پلی‌استیشن 5 جدید اینجاست. سبکتر، کوچیکتر و البته گرونتر از نسخه فت تو ایران. کلی سوال داریم درباره پلی‌استیشن اسلیم که اینجا می‌خوایم بهشون جواب بدیم. با من فراز پاشایی از زونجی همراه باشید تا این دوتا کنسول پلی‌استیشن اسلیم که فروشگاه تکسی رو در اختیارمون گذاشته رو بررسی کنیم. به سایتشون هم سر بزنیم. اول از همه خیلی کوتاه مشخصات ظاهریشون رو یه مروری با هم بکنیم، بعدش هم یه سری پارامترها رو بسنجیم تا ببینیم اگه همین الان بخوایم اقدام به خریدن بکنیم با توجه به اختلاف قیمتیشون منطقی تره که سراغ کدوم نسخه بریم. خیلی ساده همون اولش بگم که در کل پلی‌استیشن 5 فت و پلی‌استیشن 5 اسلیم، اصطلاحا بهش میگن اسلیم، فرقی تو قدرتشون نیست. یعنی این جدیده که اومده قرار نیست بازی‌ها رو با گرافیک بهتر، فریم ریت بالاتر یا ری تریسینگ تمیزتری اجرا کنه. پلی‌استیشن 5 اسلیم با پلی‌استیشن 5 برو که احتمالاً در آینده بیاد فرق میکنه. حتی دسته دوال سنس اج هم نذاشتن توش. البته خب این یه منطق اقتصادی برای خود سازنده ها داره. ولی خب این واقعیت هم نمیشه کتمان کرد که نسبت به مدل قبلی اسلیم ها که تو نسل‌های قبلی اومد فرق زیادی کرده نسبت به فتش پلی‌استیشن 5 جدید. وزنش 30% کمتر شده. اسلیم دیسکور 24% نسبت به داداش بزرگی و اسلیم دیجیتال 17% کوچیک‌تر شدن. ببخشید من راجع به این دیجیتال کلا یه ذره نمیتونم بگم، عذرخواهی میکنم. این درصدها در مقایسه با اولین نسخه پلی‌استیشن 5 که به بازار اومد نیست. این جدول رو ببینید. اگه یادتون باشه پلی‌استیشن 5 اولش یه مدلی داد که خیلی سنگین بود، بعد یه مدل دیگه‌اش اومد با یه کد نیم متفاوتی، یه ذره سبک‌تر شد. ظاهرش که تغییراتش معلومه. پلیت‌ها دو تیکه شدن، بالایی براق شده، پایینی مات. اون منحنی سیاه رنگه شکلش فرق کرده، یه ذره پخت‌تر شده. متاسفانه هنوزم بخش سیاه و براق وسط کنسول به شدت خشپذیره و هنوزم اثر انگشت و لکه روی این بخش میمونه و هنوزم بی‌کیفیته. آقا چرا بی‌خیال براق نمی‌شی داداش من؟ دو تا استند پلاستیکی کوچولو هم اضافه شده که شما میتونین وسط کنسول بذارید و به صورت افقی کنسولتون رو هر جایی که خواستین قرار بدین. جای دکمه‌های پاور ایجکت تغییر کردن. سونی تو ظاهر کنسول سعی کرده نکاتی رو برای افراد کم توان در نظر بگیره. فرضاً با جابجایی دکمه پاور و ایجکت امکان برخورد اشتباه انگشت به هر دکمه برطرف شده. یا پشت کنسول یه سری نماد برای پیدا کردن آسان‌تر پورت‌ها در نظر گرفته شده. راجع به پورتا گفتیم، سونی یه سری تغییرات ریزی اون جلوی کنسول هم داده، اومده بیشتر به تایپ سی اهمیت داده، دو تا تایپ سی گذاشته اون جلو که اون پایینیه سوپر اسپیده و پشتش اومده یه ذره جای اون ورودی های برق و HDMI تغییرات ریزی توش داده. و البته بله یه ترابایت فضای ذخیره سازی SSD داریم. خب برادر من همون اول یه ترابایت میذاشتی دیگه، 825 چی بود آخه؟ حالا از اینکه بگذریم، از همین فضای 1 ترابایتی شما فقط میتونید 848 گیگشو استفاده کنید. با توجه به اختلاف قیمتیشون تو بازار ایران که الان حدود 33 میلیون این کنسول جدید، خب میشه SSD M2 1 ترا گرفت واسه کد به فد یا هارد 1 ترا بگیریم بازیاتون رو توش ذخیره کنید، هر وقت لازم شد منتقل کنید، هر کاری که دوست دارید. میدونین کل حرفم اینه که میشه با همون هزینه و شاید یه کمی پایین‌تر همون فتی که داریم و یه سرسامونی بهش بدیم. راه داره واقعا. تازه این اسلیمی که اومده برای اینکه بخوایم دیس خورش هم بکنیم یه هزینه اضافی باید پرداخت کنیم. پایه عمودی نداره که از قضا اینم هزینه اضافی داره. حالا این که الان دیس خریدن اونور از مد افتاده و اینور ما توانایی خریدش رو نداریم، بحثش یه چیز دیگه است. حالا به این میرسیم که چه پارامترهایی اندازه بگیریم. اول بررسی حرارت خروجی از کنسول. خب همونطور که تو تصویر داریم میبینیم، ما این مورد با یه دماسنج تو شرایط مساوی اندازه گرفتیم. PS5 به فت و PS5 به اسلیم و روشون مایز مورالز ریختیم. البته اینم بگم که ما اولین مدل پلی‌استیشن رو تو دفتر داریم و با اون مقایسش کردیم. گذاشتیم یه 45 دقیقه روی حالت فیدلیتی و فیلترها عوض میکردن و حسابی داشت پدر دستگاه در میومد. یه نتیجه خیلی جالبی اتفاق افتاد. توی قسمت ورودی هوای فت، یعنی اون قسمت سیاهه، دمای نسخه فت توی سری جاها از اسلیم بیشتر بود. اما خب قسمت خروجی هوا دماش نسبت به اسلیم کمتر بود. اینم به خاطر ابعاد بزرگتر فت دیگه، طبیعیه. خیلی خلاصه بخوام بگم پرفورمنساشون اونقدر با هم فرقی ندارن. پارامتر دوم میزان صدای تولیدی از فنای کنسول و گردش دیستیرف. تو این یه مورد خیلی کوتاه میتونم بهتون بگم که صداشون عین همه. جفتشون خیلی شیک و آروم میشینن گوشه خونه کارشون انجام میدن. عین همه.
سومین پارامترمون هم که بررسی میزان برق مصرفی بود، در این مورد هم باید بهتون بگم که فرق چندانی با هم نکردن، ولی خب ما حالا کلا پیشنهادمون اینه که شما وقتی میخواین کنسولتون روشن کنی یه محافظ بذارید. چهارمین پارامترمون قابلیت تعویض درایو بلوری توی PS5 وامونه. این قضیه فقط تو اسلیم هست و توی فت این کارو نمیشه کرد. یکی از مهمترین تفاوتایی که کنسول جدید سونی یعنی همین اسلیم و فت قبلی داره اینه که میتونی شما نسخه دیجیتال پلی استیشن 5 اسلیمتون رو به استاندارد یا برعکس تغییر بدین. بچه‌ها برای انجام این کار فقط کافیه اون پلیت پایینی که درایو روش سوار شده قسمت بالاشو بگیرین، بکشین بالا و با انجام یه دکمه خیلی راحت این کار رو عوض کنین. راستی اینم بهتون بگم، اگه پلیت رو عوض کنید، مثلا از استاندارد بذارید روی دیجیتالی، باید پلیت مخصوص هم برای اون بخش بخرید چون که خالی میمونه. خب پارامتر پنجم، شاید مهمترین قضیه، حافظه قابل استفاده و مقایسه اینا با PS5 فته. مدل اسلیم 848 گیگابایت فضا در اختیارتون قرار میده که در مقایسه با فضای 667.2 گیگابایتی مدل فت حدود 180 گیگ جای بیشتری برای بازی ریختن دارید. با توجه به حجم بازی امروزی یه 4-5 تا بازی بیشتر میتونید روش بریزید. ششمین پارامترمون اینم بود که خب این پلیت ها چجوری باز میشن. اینو بریم یه جا دیگه بهتون توضیح بدم. خب سلام بچه، آرایس هستم. فراز رفت یه چای بخور، گفتم سری بیام بهتون یاد بدم دیسک درایو چطوری عوض میکنه. بچه خیلی راحته، من خودم میام این علامت دست پلی استیشن میبینید الگو قرار میدم، بعد از این قسمت بالا سمت چپ که خار اول، قسمت هم دوم که خار دومه، آروم جداشون میکنم. دلخک دلخک. اینجا میبینید یه علامت کوچیک فلش داره، همینجا انگشتو میذارید توشو دیسک درایو رو خارج میکنید، با یه فشار خیلی کوچیک جدا میشه از دستگاه. میبینید با این پورت خیلی راحت وصل میشه. این دو تا پایه هم اینجا دارین، پایه در واقع باید خیلی دقت کنید که اول پایه رو بذاریم بعد پورت رو وصل کنیم. دیجیتال بچه یک فرق دیگه ای که داره تعداد خاراش بیشتره. من از همون حالت خود دیسک خور علامت ها رو نگه میدارم، از سمت چپ بالا آروم کم کم میام جلو، دلخ 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 جدا میکنم، دلخ و جدا شد. میبینید تعداد خارش بیشتره. خب دیسک درایو میگیریم دستمون، اون دوتا پایه رو یادتون نشون دادم با اون جاره پورتش، اول دوتا پایه رو توی شیارها قرار میدیم. این اینطوری حرکت کنفو آروم پورتو میذاریم و قشنگ داخلش میره. بچه دقت کنید که دیگه چه اتفاقی اینجا میفته، دیگه قاب نسخه دیسک خور به دیجیتال نمیخوره. شما به قاب جداش رو تهیه کنید اگه خواستید در واقع دیجیتال رو به دیسک خور تغییر بدید. بچه کارمون تمومه، دلخ دلخ میندازیم جاشو، بابای. حالا میرسیم به بخش مهم نتیجه گیری. آقا بودجه، جیب پر یا خالی شما، این مهمترین نکته است واسه خریدن یا نخریدن پلی استیشن 5 اسلیم که حالا با این قیمت نامعقول توی بازار هستش. از نظر قدرت سخت افزاری فت و استیم هیچ فرقی با هم ندارن. در آینده هم که مشخص سونی مثل همیشه و مثل الگوی سابق خودش تولید فت رو کنار میذاره و استیم رو به عنوان کنسول پلی استیشن 5 روانه بازار میکنه، یعنی کنسول اصلی این میشه. پرو هم که خب حالا با قدرت بیشتر همین الان خیلی صحبت های زیادی راجع به ارزش هست، ولی استیم یه سری خورده ویژگی‌هایی داره که میتونه برای برخی فقط جذاب باشه. مثلا میسم، اینکه سبک‌تره، اینکه جای کمتری میگیره و فضای بیشتری برای ذخیره بازی در اختیار شما قرار میده. حالا در صورت شرایط برابر قیمتی، خب ارزش خرید استیم بیشتر میشه. ولی الان تو زمان بررسی ما تفاوت 10 میلیون قیمت کنسولا خرید استیم رو غیر منطقی میکنه کاملا. میتونین با این پول 2 ترابایت SSD بگیرین و از بازیاتون لذت ببرین. اما بچه‌ها، خیلی صادقانه بگم، بحث ظاهر خیلی سلیقه‌ایه. نظر من اینه که کنسولی که الان هست ظاهر خوبی نداره و هنوزم انگار طراحیش واسه 20 سال پیشه. این طراحی مدرن نیست، صرفا فقط فضاییه و تو نسخه استاندارد کاملا ناموزونه، یعنی ظرافت نداره. الان خیلی طراحی فلت و مینیمال بیشتر رو بورسه. اما خب در نهایت ظاهر کنسول همونطور که گفتم سلیقه‌ایه و یه سری حالا میتونن دوست داشته باشن و یه سری هم نه. یه نکته مهم دیگه هم راجع به PS5 و استیم اینه که خب شما میتونین جابجا کنین. حالا که میتونین جابجا کنین، میتونین درایو بلوره جداگانه بخرین، ولی خب با پول بدین، ولی خب حالا بازم یه ویژگی حساب میشه دیگه. سونی یه ذره خصاصت به خرج داده و اون پایه عمودی هم که به صورت جداگانه داره میفروشه، پس اینم تو ذهنتون باشه اگه ایستاده میخواین بذارین، کنسول $500 شما تبدیل به $530 میشه.
خب بچه‌ها امیدوارم خوشتون اومده باشه از این ویدیو و امیدوارم که منم نکته‌ای رو جان انداخته باشم. اگه سوالی چیزی بود حتما تو کامنت‌ها از من بپرسین و همین دیگه لایک و سابسکرایب یادتون نره. مرسی که بودین و ارادت فراوان مثل همیشه و چکرتونیم تا ویدیوهای بعدی. ارادت فراوان.